تو این ویدیو میخواستم چند تا نکته در مورد نگهداری و استفاده بهینه از رادیاتورها خدمتتون عرض کنم. نگهداری رادیاتورها به شکلی که کار خاصی نداره، شما در طول سال چند بار میتونید با دستمال مرطوب روی رادیاتور تمیز کنید. حالا یه سری رادیاتورها که پنلی هن خیلی راحت تر از رادیاتورهایی که پره‌ایه، یا رادیاتورهای پره‌ای هم میتونید با باد گرفتن و تمیز کردنش راندمان دستگاه رو ببرید بالا، به خاطر اینکه گرد و غبار مانع از انتقال دما به محیط میشه. مسئله بعدی استفاده نکردن کاور روی این رادیاتور هاست که بعضی ها میان از کاورهای چوبی استفاده میکنن برای پوشوندن روی رادیاتور، که این کاور راندمان رادیاتور رو پایین میاره. مسئله بعدی مسئله قرار گرفتن رادیاتور در محیط مناسبه. بهترین محیط برای نصب رادیاتور زیر پنجره ها می باشه، البته به شرطی که پنجره هاتون دو جداره باشه، و از آویزون کردن لباس روی رادیاتورها جدا خودداری بشه، چون به خاطر اینکه قسمت بیرونیش که رطوبت بهش برسه شروع به زنگ زدن میکنه و باعث رنگ پریدگی خود رادیاتورها میشه. برای نگهداری رادیاتور شما باید در زمانهای مشخص، زمانی که احساس کردید که رادیاتور قسمتی سرده یا مشکل هواگیری داره که تو ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم، باید هواگیری به صورت مرتب انجام بشه، و از زمانی که دیدید رادیاتور جای چکه داره حتما باید رفع نشتی بشه، چون از همون قسمت شروع میکنه به پوسیدن. یه چند ماهی که اگه این چکه ادامه داشته باشه دیگه اون رادیاتور قابل تعمیر نمیشه. معمولا رادیاتورها بنا به سختی آبی که دارن توی مناطق مختلف هر 4 یا 5 سال معمولا باید اینا رسوبگیری بشن. رسوبگیریش هم به شکلیه که کامل رادیاتور رو باز کرده و توی قسمتی از سرویس بهداشتی یا حالا یه جایی که آب باشه، از سمت شیر رفت که قسمت بالاش میشه آب رو میگیرید و از قسمت برگشتش خارج میشه، و این روش رو عکس این روش رو انجام میدید، از قسمت حالا برگشت آب رو میگیرید. و بهترین محلول برای شستن رادیاتورها همون آبه. این به این نکته اشاره کنم که هیچ وقت از اسید یا مواد شوینده قوی برای شستن رادیاتورها استفاده نکنید، چون واکنش شیمیایی و باعث سوراخ شدن رادیاتورها میشه. رادیاتورها رو سعی کنید از قسمت خود پکیج گرماش رو تنظیم کنید. این نباشه که شما بیایید هر وقت مثلا یه اتاقی ذره گرم میشه شروع کنید از شیر کم کنید یا از شیر زیاد کنید، باعث فرسوده شدن شیر و نشتی آب تو قسمت شیرها میشه که خود تعویض شیر مستلزم پرداخت هزینه است. و یه نکته دیگه، سعی کنید از حد اکثر توان پکیج برای گرم کردن رادیاتورها استفاده نکنید، چرا که در بعضی از جاها از لوله های پلاستیکی برای رفت و برگشت پکیج استفاده شده که این لوله ها توان بالایی ندارن، معمولا بین 75 تا 80 درجه سانتیگراد رو تحمل میکنن. شما وقتی پکیج رو در حد اکثر توان میذارید این به حتی 90 یا 95 درجه هم میرسه این گرماش، و خود این باعث آسیب دیدن لوله کشی و حتی خود رادیاتورها بشه. بعد اغلب چک کردن رادیاتورها در فصل گرما اتفاق میفته. تو فصل سرما به خاطر اینکه رادیاتورها داغن، اون حالت انبساط و انقباضی که انجام میشه باعث کیپ شدن اون درزا یا شکستگی ها میشه. به معنی که شما وارد فروردین یا اردیبهشت میشید پکیج رو خاموش میکنید، ببینید رادیاتورها شروع کردن به چکه کردن، که تو ویدیو قبلی نحوه رفع نشتی رو خدمتتون گفتم.